سلام به بچه های یوتیوب من و دنبال کنندگان کانال عمو سهراب، به برنامه سکته خوش اومدین. اپیزود 3، مهمون این برنامه سامان ویلسون هستن. معرفه حضورتون هستم فکر کنم. سامان فکر کنم قهره با مردم. نه بابا اینا با قهره، اما کسی قهره نیست. سلام نمی‌کنه هاشون. نه بابا اینا با قهره، مردم نه، یه عده شون هستن. چه مردمی؟ مثلا از اول هم سوء تفاهم شد به خاطر اینکه من میگم حالا بریم جلو. حالا سلام کنیم. سلام کنیم. من نمی کنم. من سلام. امینم که هست دیگه. امینم سلام دارم. دوباره اومد. اپیزود 3 امین اومد دوباره. چرا منو میاری؟ منو تهدید کرده که اینجا باشه. گفت اگه نباشم چیز دیگه داستان نمیشه دیگه. آها زده بودن که امینم موها شک توشه. خریدی تو ها؟ من از پارسالی گرفتم. بذار من بکنم ببینم از این چسبونه که آرومم. نه خدایی دیگه. بهتر از این. میخوای یه بارم من بکشم این شون کشیده. من امینو نگه داشتم واسه موهاش، میخوام یه روزی موهام دیگه کامل دیگه، الان یکم جزئی ریخته ولی خب کامل از بقیه بگیری بدن پس میزنه، یا کلاگیس یا خودت. یه استاد کچلی دنیا داری صحبت میکنی راجع به کچلی. اصلا میخوام راجع به کچلی صحبت کنی. چیه برنامه امروز؟ برنامه این همون یارو نیست؟ نه نه دیگه موبایل کاری رو فقط روشن کنیم، اون حالا زنگ میزنیم. نه اون نیست، اون هشت به بعد جواب نمیده. هشت به بعد خب زده بودن که پادکست قبلی مثل این که خودشون سکته کردن، یه سری از مردم گفتن این یکی و دیگه کیا سکته کردن؟ خیلی حرفای تندی زده بودیم. طرفدار زدبازی؟ آره طرفدار زدبازی خیلی ناراحت شده بودن که مثلا خواهشن این یکی مثلا دیگه نه دیگه من اینو پوشتم دیگه، هودی زرد آسفالت رو پوشتم که یکم دلداری بدم. نه من چیزی نگفتم آخه، من میخوام من گفتم که زدبازی فعلا آهنگی تو برنامه نیست و به عنوان گروه خب اون انسجامو نداره. خب درست که حالا دروغ بیان بگم همه چی گل و بلبل و همه با همیم و میخوایم یه آلبوم بدیم و یه تور جهانی داریم و اینو، خب میتونم اینجوری بگم، ولی خب حقیقت این نبود. نظر تو چیه جز زدبازی؟ تو آمریکا رو چرا نرفتی؟ من آمریکا رو، تور آمریکا رو خود آمریکا تور داشت، دو تا لوکیشن بود، سان فرانسیسکو و الی. نه ولی بعدش هم اورنج کانتی و لاس وگاس و یه جا دیگه بود فکر کنم اتلانتا بود. اینا هنوز انجام نشده. نه یکیش کنسل شد، دو تا دیگه از ویگاس و اورنج کانتی. آره من نرفتم به خاطر اینکه ببین خودم هم یکم بچه دوم به دنیا اومد و شرایط خودم یکم سخت بود برام مثلا اون برای دنیا. تا حالا آمریکا نرفتم به دلیلی علاقه خیلی زیادم واقعا ندارم برم، حالا دلیل شخصیه، ولی حالا واسه کار آدم میره. ولی خب برنامه گذاره اونجا مخصوصا فکر کنم سان فرانسیسکو بود که گفت بودن نمیدونم مثلا سهراب بیاد نمیدونم تظاهرات میکنن یه سری و فلان و انگار مثلا من مثلا سفیر ایران تو سازمان مللم یا وزیر خارجه‌ام دارم میرم، نمیدونم یه بحث سیاسی بود و اینا، که ایمیل زده بودم به برنامه گذار که برنامه گذارم خب یکم ترسیده بودن و بچه‌ام خب یکم ناراحت، یعنی چیز بودن دیگه، راحت نبودن که من باشم اینو. منم را دستم نبود واسه همین نرفتم. یعنی حالا الان صحبت چیز زد این الان چیه؟ این برنامه که اینا رفتن این زد بازی بود، زد 7 بود، زد 4 بود، زد 4 زد 4 که بی ام دبلیو نه دی ایرزام نبود، ولی اون زد 7 که آره دی ایرزام نبود. ما سه نفرمون نبودیم از زد 7، از زد زد بازی کلا سه نفر نبودیم، از زد 7 هم با سه تامون نبود. آره دیگه آره. خب اون الان میشه زد بازی یا چی؟ چون شنونده کژوال فکر کنه اون زد بازیه. سامان خوب شد گفتی، چون یکی از سوالات این بود که آقا وسط حرف بپریم پوان منفی داره. نه آخه بس مرتبطه، میخوام یه سوال بپرسم. یه سری یه چیزی که به خودت وارد شده بود این بود که یه جا میگی زد بازی سه نفره، یه جا میگی پنج نفره، یه جا میگی هفت نفره. چند نفره زد بازی؟ کیان امشب چند نفره زد بازی؟ پنج نفره. پنج نفره، 6 نفر بود شده 5 نفر. نسیم درسته رفت بیرون. نه زد بازی 6 نفره به نظر من، ولی یعنی زد بازی باید بگیم 6 نفره از نظر من. منم همینطور. نه چون نسیم هم جزء زد بازی بوده. نسیم دیگه نسیم خودیه. نه هم چرا رفت بیرون، ولی خب دیگه میدونی چرا رفت بیرون؟ چون کسایی که آورده بودنش به ما معرفیش کردن اونا باش مخالف شدن. آره چون ما نسیم چون ما نسیم هم. یعنی علیرضا و جی جی نسیم آوردن. سیجر میگم آره جی جی و سیجل، جی جی و سیجل نسیم آوردن، اونا هم گفتن دیگه نباشه. خب دیگه من چی بگم؟
نگفتن نه حالا ما نمیدونیم، ولی به هر یه اختلافی بود بین خودشون، اختلافشون هم دخالت نکردن. من دیدمش دختر دیگه، او اختلاف بخدن که نمیخواستن پول بدن. همین خودش اگه من مجاری تابت کار میکنم واسه این گروه اوکی بود، من الان بودم. این چیزی که به من گفت به زبون بی زبونی یا با زبونی هرچ گفتی سپهر رو بهزادم مثل این که اومد، ولی خودشون هم زیاد ابراز علاقه نکردن، بعدش هم همه چی دیگه ریده شد تو شکرم. خوشو زد سوه نه دیگه تو کنسرت، کنسرت ها زد سوه دیگه، یعنی ما کنسرت هامونو انگاه نام هستن، اسمشو من ساختم ماما. کردیت. ولی زد بازی از نظر یه گروه به نظر من پنج و شیش و اونه، من و سهراب و علیرضا، مهراد و سیاوش و نسیم، این به نظر من. حالا اینا میگن نسیم نیست، اون یه قضیه که الان نسیم تو پرانتزه، پنج و علاوه یک شده. ولی خب نه نسیم چند روز پیش خودشه، حالا تا این اپیزود معلوم نیست که میاد تا سه ماه زود میاد، یه سال دیگه شاید بیاد، ولی چند وقت پیش مصاحبه کرد و راجع به حواشی توضیح داد، یعنی اون حرفای خودش رو زده. حالا ما اینجا نیستیم راجع به نسیم خیلی، چون حرف خوش رو زده و میتونه خوش دفاع کنه. ولی راجع به زد بازی، خب آقا تو مؤسس زد بازی هستی دیگه نه؟ اولین کسی بین ما پنج تا بودی که اون یا مؤسس زد بازی که هستم، اسمش هم حالا میگیم سهراب یمینی گذاشته، ولی باز نزدیکترین کسی که یعنی اسم اینم انتخاب کرده من بودم مثلا دیگه، از اسم تا شروع تا اولین آهنگ تا بله. اون اوائل همه چی. خب نظر چی الان رو جزد بازی؟ ببین الان ناراحت هم نمیخوایم بکنیم، نه الان توی وضعیتی قرار گرفته که نظرها مختلف، دیدگاه ها عوض شده، بعد اینکه همه اینا به هم دیگه بچسبن من نمیدونم دیگه، یه بار دیگه یه اتفاق اینجوری بیفته ممکنه یه آهنگ بیاد 100%، ولی اینکه این گروه مثلا بیاد یه آلبوم بده یا دوباره بتونه توی یه کنسرت مشترک مثلا فقط بذاره بازی بشه زد 7 یا همین 5 6 تا اصلا هیچ دور، یعنی نمیدونم چه جوریه. آره نه فنا خیلی ناراحت، چون من گفتم زد بازی نیست، من منظورم بود که زد بازی الان به عنوان گروه منسجم نیستش، سخت میتونم با هم کار کنن این 5 6 نفر، هر کی یه ساز میزنه، ولی خب به هر از هر نظر آخه دفعه اول هم نیست که اینجوری میشه. آره دفعه اول، این دفعه اختلافات شده، این دفعه یه ذره یه جور دیگه شده، یعنی همه البته ما با بچه‌ها مشکل نداریم، تو معلوم من با همه اون کنم، من با سیاوش حرف میزنم، با مهراد. مشکل کی با کیه؟ مشکل برنامه گذاره که سوار شده رو زد بازی، میگه این اینجا باید باشه، اون اینجا نباید باشه، این باید باشه، این نباید نه باشه. یه سری جاها بچه‌ها، ولی یه سری خودشون هم باشه مستن. نه نه اینا من باید بگم بگو، ولی من دارم میگم یه نفر سوار این قطار شده که شده رئیس این تیم، به همین راحتی بهت بگم منم خودم رئیس این تیم، اگه نباشم کسی رئیس نیست این تیم، نمیذارم یه نفر غریبه که خودش آهنگ نمیخونه بیاد تعیین تکلیف کنه کی میاد کی نمیاد. این از این خب بحثو یکم رپیتر کنم. آره نه این از این نمیام، من خلاصه این پیامو واقعا یه پیام خوبه البته به فنای عزیزمون که ما خیلی دوستتون داریم، حالا ناراحت هم شدین دست من خیلی ها، بعد بگم که من واقعا حالا نه که دوستتون دارم، منظورم که خیلی قدرتون رو میدونیم و اینکه ما هم زد بازی رو خیلی دوست داریم، مثل شما بیشتر از شما ما زد بازی رو دوست داریم. شما اگه من کمتر شما اگه فن زد بازی این، خب ما خود زد بازی این، پس میدونیم یعنی ما کاسه داختر ازش نمواد بشیم. بریم بعدی. آ چی بود؟ یه سری سوال گفتیم تو یوتیوب. یه سری سوال هست، حالا میخوام محور مثلا برنامه سوالاتی باشه که مثلا اصلا ما می‌خواستیم گپ بزنیم. سکته یعنی گپ خوب. حالا گفتم لابلای همون حرفا چند تا سوالم هست. چند تا سوالای بچه‌ای که تو یوتیوب تو کامیونیتی آخر من گذاشته بودن. گذاشتم. آره برو بریم. طبعا اینکه نظرت راجع به بچهای نسل جدید و حالا دیریل خوندنشون و یه نسلی که من خیلی مطلع نیستم راجعش، دوست دارم ولی میشتم اون کارهایی که خوبه. از نظر ببین کلا تو دنیا داره موزیک رپ و کلا موزیک میره به سمت بی محتوایی، یعنی چرت و پرت و مزخرف، ولی خب حال میده دیگه، یعنی خوش میگذره وقتی میشنوی، به گوش دلنشینه، ولی چیز خاصی نمیگی دیگه. یه سری میگن موزیکای ما بی محتوا بوده خیلی، خب ما هم چون نسل جدید بودیم دیگه اون زمان خودش، نسبت به بهرام سورنا خب ما مثلا بی محتوا نه 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 اونا نه، نسبت به شاید هایده و هایده مثلا فکر این مدل داریوش و ابی و اینا شاید نسبت به اونا میگفتن، ولی کار با محتوا ما دادیم، مثلا خود آلبوم بزرگ خیلی دادیم، آلبوم بزرگ نه، کلن هر نسل جدیدی که میاد گارد میگیرن سبکتر میدونن از جریان قبلی، یعنی الان دریل اومده میگن باز مال زد بازی و بهرام و یاس و اینا، یعنی مثلا یه چیزی توش بود مطمئن باش آخر سر، نه آخر سر میشه آراغ و گوز و اینا، اصلا با دهن نمیخونه یارو، آخر سر یارو میکروفون رو اینجوری داره میچرخونه. ما میتونیم چیز کنیم، یعنی امیدوار باشیم پس
100 درصد. آره مدعی داریم مدعی داریم تو اون سر. آره نه تو نه آره من اسم نمیارم. منم اسم نمیارم. یه سری پدر رپ فارس در میاد از توش اگه اون داستان اون بره بره. خب سوال بعدی اس پس نمیاری مثلا یکی که حال میکنی باشد جدیدا گندم فکر کنم حال کنی و کوروش. نه کوروش نسل جدید نیست. جدیدتر از جدیدتر. کوروش نسل 2 3 دیگه. گندم. گندم. آره گندم. فکر کنم نظر سون گندم. آره. آدم باحالی هم هست. آره دوستمونه گندم آره. دوستمونه من آره. آمریکا ولی من خودم دورچی و انتخاب من دورچیه توی جدیدا دورچیشون خیلی جدید و خیلی نوآور و چند سالشه؟ دورچی فکر کنم 74 74 سالشه؟ نه متولده با ما سنی بگو ما سالی هستن 74ه؟ فکر کنم آره بچه خوبی هم هست خیلی بچه من دوستم دورچی کاش از همه خفن‌تر نزم تو سیستم بریم بعدی اون خیلی زده بودن که دلتنگ صدات و موزیک و چه چهات فعلا نه موقعیتش رو باید خودم پیدا کنم دیگه اینو من بردارم من هر وقت آماده باشم صداتو که دارم میشنون الان میدونم دیگه تو تلگرام هم صدات دلتنگ خوندنش هست صداش که به تلگرام نه آخر پادکست که نذاشتیم بعد این جریان ها تلگرام ولی گذاشتیم تلگرام که تو دلت بخواد ولی نه منظورشون چی آهنگ دیگه برنامه آهنگ هر نهاری فعلا اون آهنگ دونت چی شد ننوشتی اونو اون دریلر رو این هر جوری فکر میکنم اولی باز دو... چون من 7 سال نبودم مثلا با بیتا برگشتم الان بعد این اتفاقات تنها آرتیستی که درست حسابی تو رپ کار نکرده من بودم دیگه هیچ چی ندارم خب وقتی اولیه رو یه ذره میخوام یه ذره نمیدونم یعنی دارم فکر میکنم که خودم یه دونه مثلا سولو بدی یا یه شاید من یه توضیحی بدهکار باشم به همه بیام مثلا راجع به اون بخونم بعد یه هو الان من نمیدونم یه آهنگ شاد و شنگول بخونم یعنی چی یعنی هیچ اتفاقی نیفتاده دیگه یه سال و نیم خواب بودم خواب خرس الان پاشودم یه کم آماده هم بریم دیگه یه دوش بگیرم بریم پشت میکروفون خیلی تو خواب خرس بودن خیلی خب نمیدونم یعنی دارم فکر میکنم ولی اینکه تموم شده باشه اصلا نیست یه چیزی میاد بیرون شاید 10 تا چیز بیاد شاید هم یه چیز بیاد ولی یه چیزی میاد اینجا تموم نمیشه پس من بدم این آهنگ رو خودم دیگه نه اونم احتمالش هست من 4-5 روزی بهت میگم دیگه که الان قرار من بود یه جا دوربین گفتی نه اوکی وای میستم واسه سامان وای میستم خب بریم بعدی در حال حاضر از کدوم رپر اینو تو هم جواب بده به شدت بدت میاد و با کدوم رپر خیلی حال میکنی دارم بد اومدن ها رو فکر میکنم چند تا سخته خبال بگیم با کی حال میکنی؟ بگیم با خودم یه غیر از خودم بیشتر آهنگی که من حال کردم حالا آهنگ رو میگم بعد این جریان ها اوف آخرین آهنگی بود که خوندم شهریور 401 فکر کنم دو هفته یا مرداد 401 نه همون شهریور کنسرتمون هم بود خیلی نزدیک بود کنسرت هم تو استانبول شهریور 401 این داستان هم باز دوره شهریور 401 آهنگ من کمک رو از هم بیشتر دوستم تو اینا که اومده نه آرتیست آرتیست فکر کنم همین سهراب نمیدونم غیر از خودم نمیدونم دیگه از کی بدت میاد نه بدم میاد خوشم میاد که خیلی خوشم میاد همه بعدم میاد کی همه اینم راحت آره دیگه همه اینا که ما رو ول کردن این وسط تقریبا توقی خورد ترسیدن من اونجایی که این اتفاق افتاد که خیلی فوشخوام ساعت 6 صبح من رفتم اردبیل اونجا به خاطر اینکه اسم اردبیل آوردم به مردم کمک کنم بستای حمایتی آوردم وانت بار زدم اون جاده سرچم هیچ کی نرفته انقدر یه جوریه که کامیون داره از کامیون سبقت میگیره تو سربالایی 3-4 بار نزدیک ببین رسیدیم جا خسته گفته اینا رو دادیم رفتیم تبریز رسیدیم تو هتل نمیدونیم فوش میخوریم چرا چون هیچ چی نگفتیم اصلا چه میدونستم چی شده امروز تازه امروز رسیدم 8 صبح حالم خوب نبود یهو منم پیچیدم به اینا آره به پاره از مردم که به من فوش دادن متأسفانه چون اونجا یه جوری بیان کردم که گرفتم به همه انگار من گرفتم رو همه آره خب فوشت میدن بعد من یه چیزی که یاد گرفتم اینه که اینجا توی مملکت حداقل با این مردم و با این فرهنگ اصلا معذرت خواهی فهمیدم نباید بکنی معذرت خواهی کردی شما کردم ولی بعدش فهمیدم نباید بکنی یا یعنی سعی کن اشتباه نکنی ولی اگه اشتباه کردی رد شو برو معذرت خواهی کنی دوبله میشه قضیه رد میشه بابا تو هم اصلا آره یعنی
نمیکنم از کی بعد اون میاد آقا می‌خواستم بگم کی بعد اون میاد چرا الان اینجا سامان گفت از همه نه هر یکی داشتم میگفتم خیلیا تو این داستان رفیقای خودم منو گفتن که پروژه داشتم با مرز و شایعه و جعفری و فلان اینا گذاشتم من گفتم گفتن نه با این دیگه نمیشه کار که الان اون سیاستمدار اصلی دنیا هم که بد شانسی آورد تو ایران متولد شد یعنی تو انگلیس متولد شده بود الان تو نامبرتن نفر اول اتاق فکر بود شده بود نخست وزیر انگلیس های جعفری ایشون به شایعه گفتن که الان صلاح نیست که کار کنی اینطوری و فلان اینا اونم گفت باشه همه فکر منافعشون خشایار اومد گفتش که آقا یهو گیر داد دید الان من با سامان بد باشم بهتره تا با سامان خوب باشم بذار اینو آنفالو کنم دوباره نمیدونم اون یکی کوروش که همه رو آنفالو کرد که بگیم رسما اون یکی آرتا اومده به من میگه من یه جای دفاع ندارم تو یه حرفای زدی میگی من سپاهیم و فلان اینا گفتم وقتی دعوات میشه هزار من الان با تو دعوا میشه هزار تا فوش ممکنه بدم ولی ممکن نیست چیز کنم اصلا خب پس آره حق داره حق داره من اکی من که میدونم اکی من گفتم دفعه شکی بدن بده خب حالت خوبه کی صدا کی سوال کرد جز سوالا بگو خودت داری میپرسی نه جدی ای جوابش اینه نمیتونم بگم خوبه نمیتونم بگم خیلی بد اوکی ای هم خوبه واسه این دور زمانه ای هم والا ای ای وای نه ها ای آها خیلی خوبه یعنی نه دیگه چون ای یعنی عالی ای پلاس آلبومه چی شد با مهراد مهراد میگه نه مهراد که اونوری گذاشته بود من اوکی باش اینا که اونورن یه مقدار احساس میکنن که الان وضعیت من سراب یه جوریه مخصوصا من که اگه مثلا کنسرت بدیم من از تو یه درجه بهترم مثلا تو یه درجه الان بهتری یا کنسرت بدیم یا مثلا توی آلبوم بریم یا توی ترک بریم یا هرچی مثلا به ضرر اون پروژه میشه حالا پروژه هرچی میخواد باشه میگن که داستان اینطوریه ولی اینا تا تو ایران نباشی نمیتونی ایرانو اصلا بفهمی تو فقط وقتی ایرانو میفهمی که اینجا هستی از دور که نگاه میکنی یه چیز دیگه از کامل ما خودمون میریم یه ما یه جا میمونیم دور میشیم از دور میشیم یعنی اصلا مسئله فضای مجازی اینا نیست تو تا اینجا زندگی نکنی زندگی نمیکنی نمیفهمی آره میری میای یهو یه تکون سنگین خورده فرهنگی قیافه‌ای فشنی قیمتی همه چی یه تکون خورده قیمتی 4 تا تکون خورده من فکر کنم مثلا 10 سال اینجا نیستی اخبار تو از بی بی سی و سی ان ام بگیری اخبار مجازی مثلا ریلکستر تو از اینستاگرام و تلگرام بگیری با دوستات با واتساپ در تماس باشی نبینی اینا کجان چیکار میکنن اصلا اینجا چه خبره کلن رسانه همینه دیگه حالا توی ابعاد کوچیکترش که رپه یه رسانه طرفدار زدبازی میاد فقط از زدبازی خوب میگه یه رسانه هیتر زدبازی اکثر رسانه ها ولی هیتر زدبازی هم آره رسانه یعنی... طرفدار زدبازی یعنی باید بگردیم با تلسکوپ پیدا کنیم میکروسکوپ بذاریم در ابعاد بزرگترش از اون بار بی بی سی و من رو تو دروغ کلن آندرداگ بیشتر طرفدار داره این که بیشتر یا حالا هیتر زدبازی زیاده آندرداگ کلن یعنی کسی که چالش بیشتر داره اگه یه مسابقه هست این آدم از جای پایین‌تری اومده این آدم زورش احتمالاً نمیرسه حقشو خوردن این آدم حقشو خوردن این آدم بدبخت بوده این آدم ضعیف‌تره تو فرهنگ ما اینجوری نه همه جا آندرداگ کلاً طرفدار داره تو فوتبال هم تو میبینی یهو عربستان آرژانتینو میزنه همه حال میکنن حتی اونایی که دوست دارن آرژانتین برعکسش عجیب نیست که واسه کسی برعکسش عجیب نیست اون چیزه نیست زد بازی هم خدای قوی ترینه تکنیکال و از نظر نوشتنی و از نظر اینکه همه جور آدم مختلف ما تو این گروه داریم از نظر اینکه ما همه جور یعنی مهراد یه چیزی میگه من و سراب دو تا بال هواپیماییم سیجل و ایرزه چیز دیگه اضافه کردن همه جور آدم این تو هست سخت اینا رو بردم ما پاشیدن ما از خیلی بهتره یعنی زدبازی به پاشه هستم به در و دیوار اون تیکاش هم باز خیلی ها رو میزنه ولی کلا مردم دوست دارن که اونی که شانسش کمتره ببره دوست دارن که بیاد دهن ما هم صاف کنه همونجوری که دوست دارن یه تیم مثل عربستان بیاد دهن آرژانتین رو صاف کنه کلن... تو بوکس هم داریم اینو ضعیفه میزنه تو بوکس مایکل داگلس وقتی زد تایسون مایک تایسون افتاد چند سال پیش همه اشک کردن قوقا شد زد ناکه یه آدمی از راکی بالبوا فیلم همین راکی چرا طرفدار بود دیگه چون آپولو یه آدمی که مثلا کرواتی پشت میز انقدر قوی باخت پولدار پولدار با سابقه یک نمور بردش تو دو باخت از یه آدم فقیر تو فیلادلفیا که داره تو خیابون تمرین میکنه شیکاگو بود یا فیلادلفیا آره بابا
آره دیگه دوست دارم مردم این قصه رو، که آدمی که مثلا شاید دوست دارن که اون سقوط قهرمانو ببینن، یعنی یه چیزی تو ذات انسان هست که دوست داری، یعنی لذتی که تو دیدن سقوط قهرمان داره. میگن تو هم یه بار بچش جایی که ما هستیم. آفرین بچش حال به ما که خیلی حالت بود، ما بعد چون ما کنسرتمون رکورد زد بزن زیرش چی 600 درصد واسه منم بیارین. آره مالبرو هم حتی مالبرو الان گنده میشه، مالبرو گنده میشه چسب بده. ببخشید من بلند شم اینا کات میشه تو کیسه هست، شاید هم نشه البته باحاله شد. باحاله سیگار از زیر سیگاری لطفا. آقا داریم میریم الان روله خب حاله بذار رول باشه حالا هر جا شو حالا نه اوکی حال نمی کنیم با تطلو چرا فیتتو کنسل کنم؟ نه بذار بذار نه اونو بباسته من بحث چیز قهرمان کشی رو من بگم یکم. به این کنسرت خب قبل ما کنسرت تطلو خیلی موفق بود واقعا دمش هم گرم. بعد اونم کنسرت ما توی اورارنا بود که شیشه زار نفر چند بود. من بیستانم اولتالا آشغال ترین ها خوش دهنه بده ما کنسرت خیلی خفن دادیم دیگه اورارنا 6000 نفر اومدن اصلا خبه خود رو ریخته بود. آره 5100 خب او اولی رو دارم من کانت آخر هم 5100 خب 5100 آره توی سالون خیلی بزرگ واسه رپ خیلیه دیگه. بعد از اون مثلا ما بالانس رو داده بودیم بچه محل رو داده بودیم، یعنی هیتای مثلا واقعا دیگه پدر درآور رپ فارسی بود. بعد از این داستان ها گفتن که خب ما به اینا چجوری چه بهانه ای داریم؟ بهانه ایدئولوژی و دیدگاهه، چون دیدگاهتون فلانه. خب حالا اشکال نداره چون حالا به هر حال بالا پایین داره، پایین ما رو هم دیدن یه سری، حالا ما یه زمان افتادیم پایین، حالا شاید مهم نیست به هر حال بالا پایین داره و یه سری خوشحال شدن اشکال نداره. ما دوست داریم خیلی مثلا دشمنمون خوشحال باشن حتی، چون انسان لایق خوشحالیه تو برهه از زمان. من دوست دارم دشمن بمیره. آخه بمیره دیگه حال نمیده بعدش. بعدی خب بعدیو بگو فیت چی بود؟ با تطلو چی دشمن کردی؟ چی با تطلو؟ تطلو اون موقعی که چیز بود ببین اسمش معراج، دو سه تا بیت برای من فرستاد از معراج. هنوز هم هست بیت میکر یا پرودوسر دقیقا نمیدونم، ولی چیزی که تو ذهن اون بود تو ذهن من نبود. یه مقدار با هم فرق داریم دیگه، فضای آهنگ، این مشکل پروداکشن بوده، فضای زندگی و آهنگ و اینا. اصلا با این آدم من نمیدونم وجه مشترک دارم یا نه تو موزیک، شاید تو معاشرت هم ندیدم. یه بار دیدیمش با هم یادت خیلی وقت پیش با توهی، یه بار که بیشتر دیدمش ولی تو آره من یه بار دیدمش، تو یه بار همه رو دیدیم، یه بار هم اون موقع که رفتیم آسپه. خب برای فضاها یکی نبوده. من این سلیقه موزیکش ببین تو کار خودش خیلی خوبه، ولی من اون تو جا نمیشم یا تو نمیتونی با من بیا، یعنی سرعت مثلا من با سورا و مراد جا میشم یه جا. همونه؟ نه 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 اونی که داره میاده. خب سوال بعدی، سوال بعدی، نه یه انتقاده واقعا، حالا نمیم اوکیه بگم فکر کنم چون سامان آدم انتقاد پذیریه تا جایی که من میشناسم، زده که مثل سروش که هیچ کس منظورشونه که رفته توییتر آهنگ نمیخونه، تو هم اومدی تلگرام آهنگ نمیخونی. خب چی حالا؟ این که خبر بود توضیح سوال نکرد. نه انتقاد بود، انتقاد بود، انتقادش وارد. نه خب چرا مثلا اون نگفته چرا؟ خب من دارم دیگه تو دیره دیگه اون آزاد، هر انسانی آزاد. آقا من یه ذره همونقدر که مردم حالشون هم، یعنی مردم نه همونقدر که طرفدارا، بذار اینجوری بگم کسایی که تو پیج من بودن یه سری هم مثلا حالشون بهم خورد، شاید دو برابر منم حال بهم خورد از شما، چون انقدر دیدم زود میرید و اصلا از طرفدارا نه همشون نه یه سری طرف از یه سری هی با اقلیته، یه اقلیته، نه اقلیت نیست 100000 نفر پیج من. خب بازم اقلیته دیگه، بازم اقلیت میلیون آدم. آره نه من 500 تا داشتم بعد اینکه پیج من شو پیج دوم، بازم یه پنجم اقلیت میشه دیگه. خیلی خوب، زیر 50% اقلیت من میگم. منم همونقدر که دیدیم مثلا تو نمیدونم پشت ما وای استادیو فلان اینا، شما هم پشت ما وای استادین مو اقلیت، یعنی کلا حساب کتابمون تصحیح است. من بدهکار نیستم، شما هم بدهکار نیستید. ولی به نظر من درسته آرتیستا هم همینطور خیلی هاشو، نه ولی اون اقلیت هرچه عصبانی و ناراحت میکنه آدمو که میکنه، ولی به نظرم من خودم اینجوری فکر، من یه زمان مثل تو فهمی کردم، ولی مبنای تصمیم و مثلا دیدگاه هم رفت رو اینکه به اون اکثریت فوکس کنم. یعنی میگه که آقا تو چرا بالا 4 تا هیتر داری؟ خب 40 تا فنده، 400 تا فنده رو من مثلا تمرکز کردم. نه نمیدونم که دل کسی رو به دست بیاریم، ما اومدیم اینجا فقط خوب زندگی کنیم و اشغال کنیم.
یعنی چه طرفدار تو مثلا دوست داری؟ حالا اون شاد باعث شه که زیاد شه من بیشتر اشغال کنم، کم شه کمتر. خب یه سری طرفدار واقعا داری؟ نه زیاد نمی‌کنم روزم، میدونم اونا که سر جاشونن. خب خب به خاطر اونا نمیخوای مثلا حالا این آخه به خاطر اونا نه، به خاطر خودش میخواد. من به خاطر آرتیست تکون نمیخوام، من به خاطر خودم فقط کار میکنم کلا. آخه آرتیستا به خاطر خانواده دوستای نزدیک، بقیه واقعا واسه من غیر از این دروغه. هر کم به غیر از این میگه به نظرم داره غیر از خانواده و دوستای خیلی نزدیک هیچ کی واسه من مهم نیست تو زندگی. تو زد بازی لذت میبرم وقتی میبینم که یه نفر با آهنگ هم موتیویت شد و فلان و اینا، پس من دارم حال میکنم و من دارم لذت میبرم. باز لذت خودت، باز من دارم لذت میبرم. یعنی اصلا میگیرم تو خیابون باز خودت داری حال میکنی. یعنی اون یه احترام ویژه است کلا، اونو دیگه باید گذاشتی. تو خیلی نایسی با فنا بیشتر. یعنی خیلی ببیننت، یعنی برخلاف چه فکر میکنن به هر حال الان دیگه همونجوری هستی دیگه. بریم بعدی. تو زد بازی بیشتر از همه به کی مدیونین؟ کسی فکر نکنم باید باشه بیشک از که ناراحتی؟ از ایشک. تو؟ من هم از ایشک ناراحت الان ناراحت بودم توی مدتی، ولی الان نیستم کسی ناراحت. مدیون ها فکر نکنم کسی باشم. اگه باشم شاید به سامانو، چون خب این داستانو شروع کرده دیگه. یعنی اگه بخوام با هم شروع کردیم. آره ولی خب تو نبودی، تو اگه نمیخوندی اون آهنگو خب ما هم نمیخوندیم دیگه. حالا من طبع شعر داشتم فلان بیستار، خودم شعر خودم نوشتم، حتی آهنگ اولم اون سامان نوشته بوده اون چیز. جدی میگی؟ زد بازی، زد بازی، توی این بازی برد زد بازی، تو میرسی به زد بازی، هر وقت اینجوری جمله بسازی. آره سامان نوشته، اینم لو دادم. ولی خب اون سلبریشن این بود که ما کشف کردیم چی شده. من فهمیدم چی شد یهو. یهو یعنی اونجایی که یه لحظه فهمیدم که این یه چیز دیگه است. چی رو فهمیدی؟ میخواد راجع صحبت کنی؟ این که وزن جملات از حرف کلمات مهمتره. یعنی شاید و باید کافی نیست باشه، شاید شاید و آهک با هم بره. یعنی و کلمات بیشتر، ولی بیشتر اکستند بشه، یعنی بیشتر بکشه عقب تر این داستان. یعنی اینجوری بیاد دیگه. آره یعنی قافیه‌های چند بخشی که منو ساعت قبل ما دیو آورده بود. دیو واقعا کردیتو باید بدمش. قبل ما یادته اون یه آهنگی داشت اون بود، ولی خب اونقدر کامرشال نشده بود توی فضای شاید مثلا حالا مارکتی ما بیشتر دیو میگیرن بیاد. عوض شده خیلی موازش. دیو 60 سالشه؟ نه ولی فکر کنم 50 خورده باشه. 50 خورده خیلی نه ببخشید 40 خورده نه 45 رو داره فکر کنم. 40 خورده ای که من یه سالی آره نه ولی نه 45 حداقل داره. خب بریم بعدی. بذارش خب همینجوری بخوایم بریم بعدی میشه سوال جواب و مصاحبه. خب اشکال نه باحاله. خب ما گفتیم سوال بپرسن 400 چند تا سوال پرسته بودن. چرا ریلکس کشیدی سیگارو؟ یه رو پیش خاموش کردم من. آره دیگه عود بود. چند تا سوال پرسته بودن از سامان؟ 480. این میم میشه، این میم میشه، میدیم میزنه وقتی مامانم یا تو اتاقم. خب آره دیگه باید بندازی بخود زیر سیگاری کثیفه دیگه. چه جوری دو دستی ببریم همون بذار زیر حال کنم باش. خب چند تا سوال پرسیدن از سامان؟ 480. خب 480 خورده دیگه 20 تاشو بپرسین. چند تا پرسیدن؟ خیلی پرسیدن. 888 پرسیدن. خب یه استراحت کوچیک کردیم، برگشتیم چای داغ و جنجالی رو کم شروع کنیم با سامان. جنجال سیامک جنجالی هاته؟ سیامک جنجال رپره؟ نه تو یادته؟ من اسمشو شنیدم. تو اون موقع جنجال بود تو نبودم، خودت جنجال بودی. خب هنوز اردبیلی؟ نه تهرانه. آیه سوال چرا خیلی رپرهای ایرانی اسمشون راجع به بدبختی و چرگی میدونم؟ آره فلاکت خیلی چیزای مختلف. یعنی چرا به فلاکت؟ فلاکت بدترینه فکر کنم از نظر لقبی. آره چی داریم دیگه مثلا؟ چی داره؟ زخمی هم مثلا، یعنی زخم شده. خب اون تصادف کرده آخه. با حال باز حد دقیقا چه تصادف؟ سرطان؟ تصادف کرده سرطان؟ چه سرطان؟ سرطان آرش سرطان میفته به جونت یاد انقدر دیس میکنه نابودت میکنه.
هیچ کسو داریم نه ولی کلا آره منفیه، یعنی من هیچکیام چون عجیب بدبخت و کسی نگرفته، رزرو شده بدبخت. آره اونو بعد اونو بعد دامنه‌شو بخریم بعدا مثلا. بیچاره بیچاره، من بیچاره میخوام. اگه میخواستی اسم اسم بدبخت رو انتخاب میکردی، اسم چیز تو چی منفی، اسم منفی ان من در به در در به در باله. چی شد اردبیل چی شد گفتی؟ و این سوال منه. نه اون روز که لندن بودیم دیگه. نه دیگه اومدی. نه من الان اردبیلم تو آهنگ. آها همونجا نوشتم. نه عوض کردی. چی آره بود؟ یه چیز دیگه بود. بچه‌ها اینجوری کردن از اون پشت. نه چی بود ولی؟ یادم نیست بخدا. اصلا یادتم. ولی یادم تو یک دو تا دیگه. من نکردم. نه یعنی سیاوش اینجوری یعنی گفتم یه چیز دیگه گفتم یه دقیقه یه ها گفتی من میخوام سیاهش اومد تو اتاق که یه چیزی بگه گفتم همه الان فهمیدم ولش کن من الان اردبیل خیلی هم حال کردن خیلی این بعضی وقتا بی ربط ترین چیزا خیلی جواب میده دیگه آره فکر هم نکردی اوکی. آره یه وقت هست روی جمله میشینه مثلا دو ماه فکر میکنی مثلا جای مثلا تو بیتاب یا مثلا این آهنگای کانسپچوال نمیتونم اینو بگم ولی الان وقتش بود بیه. آره سواله تقریبا خنده دار پرسیدن که چرا چنل تلگرام تو پاک نمی کنی که هم خودت رو راحت کنی هم رفیقاتو. باها گفته گفته کی گفته SH underline hidden باها گفته این مهراد نیست آخه نه تا سوال هم پرسیده فکر کنم مهراد تمام حرفای دلش اومده. آره آقای SH یه سوال دیگه نه تا سوال کردی از ما. خب نمیخوای جواب بدی؟ چی؟ نمیخوای جواب بدی؟ به تو نه با... نه اون یه چی بود؟ اگه قرار جواب بدم به مهراد واقعی جواب میدم نه به تو که اسم مهرادی معلوم چه شکلی هستی اصلا. آره عکس پروفایل هم نداره حتی. آره هیچه نه به تو جواب نمیدم ولی خود مهراد پرسیده باشه بهش جواب. یکی دیگه زده بود یه چی با مهر؟ آها یه آلبوم دیگه با مهرداد هیدن نمیزنی. مهرداد چرا؟ با مهران. با مهران. نه مهران مال منه. مهران هیدن. مهرداد با سامان مهران منم مهرادم که دیگه مهراده. چرا شاید اتفاقا بعید نیست. مهرزاد هیدن. دوست دارم اتفاقا یه کار اونطوری بکنم ولی وقت میبره الان مهراد ایران نیست. منم لندن بروی در حد 6 ماه یه سال نیستم. برم مثلا یه ما میرم فوقش. یعنی تو آلبوم باید برید یه من باید با یکی باشم یعنی اگه قرار آلبوم مشترک بدیم من باید با یکی باشم که یارو هم اینجاست یا تو اونجایی یا من اونجا نه منظورم اینه که فاصله ما هم دیگه یه رو 20 دقیقه رانندگیه بیشتر نه دیگه. آره تو بزرگ با هم بودیم همش هم اینجا بودیم دیگه. من اومدم سر ضبط های ترک خواهم شما تو گار بودین حتی گار که نبودم من سه شنبه ها میرفتیم اونجا شنبه صبح برمیگشتیم. من هم اومدم یکی دوباره خندیدیم. ازدواج تو برنامه‌ت نیست؟ نه آستین داره میزنه بالا وسط. سه تا خانواده بدبخت میشن. سوم یکی دیگه حالا نمیدونم ولی این دیگه منظورم که از دو تا هم بیشتر. دیگه چی داریم؟ خیلی راجع به دیریله پرسیده بودن. تو گفته بودی دیریله سه نفره. من گفتم دیریله سه نفره ولی شد منو سامان چون مهراد الان زیاد تو فاز رپ کردن نبود اون موقع. بیشتر همون فاز خداحافظ و چیز نخلا و اینا بود. من به نظرم مهراد قوی ترین حالتش هم حالت غیر رفیشه. آره بیشتر آهنگاش مثلا بیشتر ورسش که من دوست دارم ولی هم رسیم بچه محلش بالانسش من بیشتر که هم مهراد دوست دارم مال پدر منه. هر کی تو هیته خودش بیشترینی که از جی جی که از خودت دوست داری چیه؟ بیشتر که از جی جی بذار برسیم الان بیشتر که از جی جی دوست دارم ورس زندگی منه. از سیجل 100% اومدم تو شهر سورا که با اختلاف اصل کاره خودم فکر کنم ورسی که میکنم تا ترمی که مال خودم ورسی آهنگ آهنگ بیتا با فکر کنم خیلی آهنگ مثلا مال تو گنگش بالا دوست دارم مال خودم بیتا رو دوست دارم مال مهراد مثلا با اینکه ایش برف رو خیلی دوست دارم سلیقه است دیگه من همه جورم هم گوش میدم یعنی اینجوری نیست که بگم سلیقه من رپیه تنده یه باشه بستگی داره میزنه تو نقطه بعضی آهنگا اونا رو دوست دارم بعضی ها نمیزنه اونا رو دوست دارم شاید مهراد آروم بخونه دوست دارم سهراب توم بخونه دوست دارم خیلی فن از تبریز و اردبیل اون سمتا داری غرب ایران آره تبریز شمال خیلی ها آخه اونا محبت داشتم منم یعنی اگه یکی وایسه منم یکی بگه یک من میگم ده نمیگم دو
اینجوری قشنگ کله، یعنی میذارم دیگه اگه یه سری به من حال بده منم خیلی حال میدم. آخه رفتی تبریز؟ خب رفتی زیاد رفتم. آره اردبیل اونجا دوست هم زنجان، اصلا کلا از قزوین به اون و کرج، اصلا از با معرفت هم هستم. از تهران میری به غرب ترک زبان و اینا رو، چون رگ و ریشه خانوادگی هم داریم خیلی دوست دارم کلا ترک زبان. به قزوین نمیتونی بگی آذری؟ نه آذری زبان، یک سری میگه آذری. من نمیدونم حالا خیلی حساس نباشین دیگه، من دارم میگم خودمونم یک چهارم ترکی میگم. حالا هر چی میخوای بگو، بس تو هر چی، تو مهمون ما توی، تو هر چی دوست داری بگو. خودت اشتی یه نفر بعدی منم بودم، یه نفر دیگه اومد. ما کم نمیشیم، زیاد میشیم. خیلی زیاد میشیم، یعنی اتوبوس ها و قطاره هندی رو دید در دیوار مرغ و خروس میاد. قطاره هندی بد سمیه با با میگم مرغ و خروس فامیلی گاهی دیدی سری مرغ و خروس میاد قطاره بیرون نشون میده. آره بعد میگه که یارو ستوی به برایان میگه که رو صحبت برایان میگه what I would kill to have a steak. بعد چهار تا از این هندی ها دورش یا برمیام میشین چی میگی این گاو اینجا اومده سنا یه هستوی میگه hit the red buttons ما میشن دوگ ماه قرمز اینجا شروع میزن همه پای میسته قطار نه آدم ها دوگ ماه اینجا شروع میزن آدم ها این روبات میشن. آها فکر کردم قرمز قطار که نه قرمز اینجا هندی ها ایمرجنسی استاپش ایمرجنسی اینجا دیگه. چه خبر بگو دیگه. دیگه والا هیچی فعلا که رپ و روپ و چرت و پرت تعطیل رپ و روپ و رپ و روپ و فعلا اشغال راست. نه بابا چک و چال شبا، چک و چال شبا الان فعلا قافیه خوبه. چک و چال شبا الان پرفورمنس و کنسرت و اینا هیچی و هیچ برنامه ای؟ آها دبی من رفتم یه اون فهمیدم. پرفورمنس داشتیم که دیدم اون یک تا فوتج. آره خیلی هم خصوصی و پرایوت بود. بعد یه سری از این رسانه‌ها زدن که هم جشن تولد یا کنسرت نیست اصلا، ما نگفتیم کنسرت، کلاب پرفورمنس. حالا شاید تو ایران زیاد جا نیفتاده، بگم که حالا اونو که نمیدونن بدونن اینه که توی جای خیلی کوچیک‌تره و اینکه خیلی محدود جمعیتی که میان، ولی خب خیلی خوبه چون همه میزاش رفته بود و سولد اوت بود. با علی اردوان رفتیم دو سه روز قبلش، هم تازه یه دونه استوری گذاشتیم نفری. من یه دونه توی مسکو دارم شب یلدا، اون بزرگتره. حالا اون تقریبا میشه گفت کنسرت اجراست. حالا بعد دیگه آن ارایوال ویزا نه باید بگیریم اتفاقا پایور. باید اینجا پاسپورتتو بدی سفارت. آره باید پاسپورتتو بدی، ولی سه چهار روزه مثل این که میدن دیگه. این پاس ایرانی، پاس ایرانی، ولی مثل این که توریستی به خایبری شاید اونجا بدن، ولی واسه ما داره فکر کنم اگه شما نکنم ویزای چیز میگه. آره تو یو داستان میشه. آره بعد همین دیگه، شاید مسقط برم. حتی دو آفر هست مثلا دور اون ور دنیا، یکی گفت استرالیا و مثلا کانادا اینا. چه میشه استرالیا که نه 18 ساعت پرواز نمیرم اون ورا، نمیرم همین دور ور اگه باشه چند تا میریم دیگه، اگه نه که هیچ. خب چی بگیم الان؟ تو چی بی شرف؟ من کنسرت که من ندارم. تو برنامه چیه؟ دینی ورزشی آرتیست های جدید گرفتی؟ نه آره برنامه با دورشی داریم کار میکنیم. ایوال خیلی بچه خوبیه. دیگه کی؟ دیگه که شایانیو هست مثلا. هستم بچه ها زیادم، ولی خب پروژهی معمولا کار میکنم با همش. آره تو هم آهنگ خوبی بستی، خیلی اینو نمیگن، یعنی تو مخاطبا همش مثلا حالا چهار تا کاری که دوست نداشتن تو کردی و حرفایی که دوست نداشتن و زدی و میان بولد میکنن، درسته که خب خیلی از حالا اشتباه کردی و منم که هممون اشتباه کردیم که مثلا حالا شاید درست نموده، ولی خب... آره حالا غیر سامان نه حالا از دید بقیه منظورم، ولی خب تو خیلی آهنگ خوبی بستی، یعنی با بلکس میدیا چندین تا خیلی قبل‌تر از بلکس میدیا. آره اینم کردیت رو باید بدیم بهت واقعا، الکی اینجا نیستی، یعنی ساعت رو 2:00 دوازده شد؟ دوازده. الان ولی به تو بگن یه پروژه، یعنی در حد آلبوم یا خب. ای پی و اینا بخوای ببندی، چویست چیه؟ با چی؟ یعنی تو آرتیستی؟ بگو مثلا اینو اینو این بیان یه مثلا سه تا آهنگ با هم بخونید، سه نفر رو انتخاب بخوام همکاری بر... کنم یعنی؟ نه همکاری سه چهار ترکه، یه ترک نه با یه نفر سه چهار ترک؟ چند چار... تا آهنگ میخوام با چند سه نفر؟ چار... سه نفرین یا چهار نفر کل برنامه رو از بین آرتیستا همه رو انتخاب کنن؟ از بین خودمون نباشه؟ میتونه باشه. خب بین خودمون باشه مثلا، خب واسه من مثلا تو، مهراد، سپر تمام مثلا... شد. آره دیگه این سه تا از بین خودمون. دورچی مثلا خارج از خودمون باشه
بعد دیگه حسین دارم فکر میکنم دخترم که گندم یه پروژه داشتیم کار میکردیم ولی فعلا نمیدونیم. یستان چطوره؟ یستان صداش خوبه؟ هستی سبکو؟ سبک یستان رو؟ کل سیستم رو دیگه آخه نمیدونم خودش مینویسه یا نه. اگه خودش نمینویسه که سبکی نداره، فقط صداشه. اگه خودش ملودی در میاره کلن که خوبه. بچه محل رو اومده خونده دیگه، کسی که بچه محل رو خونده که دیگه نمیشه بد باشه. اون خوبه گندم، خوبه تو دختر و نسیم اوکیه. آخه نمیشه مقایسته که گندم خوب رپره اون چیزه، ولی خوب کلن آره. آیدا خیلی صداشو دوست دارم. این دختر رد واین کی بود؟ لنا. لنا خیلی خوبه. مدگل هم به نظرم قبلنا خیلی من یه دست شوه هم برو دوتا برو فعلا کات میکنه میتونیم بدون سامان حالا بریم حالا سکته اپیزود 2 قسمت 3. خب به آخر برنامه رسیدیم. ببین تو یه چیز یه ورس خیلی سمی نوشته دو رو دمی قافیه شد واسه ریمیکسش گفتیم میخواستیم بخونیم. یه چیزای هست اینجا اینجاست میتونی بخونی اینا رو؟ آره برو بریم اوکی کتیبه است از این خب بیتو بذار، بیتو بچور، بیتو بچور خودت آمد بذاری انگلیسی میگه خودتو بیتو هم بذاری، از اولش بذار دستتو. خب بیاینم کسایی که دلشون تن شد واسه خوندن سامان ورس آن ریلیزد پخش نشده برای شما نمیگن سکته اون وقت بعده قدر نمیدونم بخور ما اینجا عرب میریزیم برای شما ما اینجا عرب میخوریم برای شما باز دوباره افتاد عقب کجا بود؟ اینه؟ خواهم بزنم میگن کم رنگی در رفتی آره حتما اونم سر یه مش کردی فکر کردی بنگی ردی ویلی ویلسون برگشت بد بیت تموم شد اون حرفای قبلی دیروز غمگین و فردای رنگین نداره کسی با کسی دعوا و جنگی برگشتیم سر برنامه اصلی و با شیاترون آشنا کنم با آق رضا سو میگی من برات مردم پهلا حاجی روح دیدی حال نمی کنی با هم و چی رو داری گوش میدی لفظان مرز رو رد کرد بگو الله و اکبر یکی بلوا تو ردن اخما تو وانکانی شلوارو کندن از تهران تا بیروت تا مسقط همه پرچم دار همه هفت خط اگه دوست داری داستان البته بذار بگم ببرن تو رو یه جا خلوت